شما هر دوره تاریخی رو که کار میکنید الان میبینید که یک بار تمرین همین دوره که زندگی میکنید. واقعا گذشته به نوعی چراغ راه آینده است و همین که گذشته نشون میده که چرا آینده به این شکل افتاد. میده آینده ای که امروز باشه. برای اینکه ما وقتی که درست تاریخ گذشته رو میخونیم میبینیم که همه این چیزهایی رو که میبینیم یک بار تکرار شده. ولی ما چون نمیشناختیم غافل بودیم. و این کسانی که امروز میان نمیدونم یه عده میگن که تقصیر روشنفکرا بود، نمیدونم رفتن دنبال روحانیت، یا کسانی که میگن که تقصیر امریکا بود، اون یکی میگه تقصیر شوروی بود، اون یکی میگه امروز نمیدونم توده، یا از این حرفایی که خلاصه هیچ ارزش علمی نداره. این فقط مال اینه که ما هرگز خلاصه حاضر نشدیم که واقعیت مملکت خودمون رو بشناسیم. دوره مشروطه همه این چیزهایی که میبینید یک بار تکرار شدن انقلاب مشروطیت. دومین چیزی که به نظر من مهمه ما بهش باید برسیم اینه که ما هرگز هیچ یک از مفاهیم و معنیش رو درست نمیدونیم. یعنی اینکه ما وقتی که از همین 100 سال وقتی میگیم آزادی، ما نمیدونیم آزادی یعنی چی. آرزوی یک آزادی رو همیشه ملت ایران در سر پرورونده، همونطور که آرزوی رسیدن ظهور امام زمان رو داشته، همینطور به آزاد در انتظار آزادی همون جور نشسته که در انتظار امام نشسته. ولی هیچ وقت همون جور که نمیدونه چهره امام زمان چیه، همونطور هم نمیدونه که چهره آزادی چیه. برای خاطر حالا من یه نمونه هم خواهم گفت. تصور آزادی غیر از مفهوم آزادیه. آزادی میتونه به ضرر من تمام بشه وقتی که من در یک اقلیت مطلق قرار بگم. آزادی همیشه به نفع من نیست. چه بسا که آزادی به زیان منه، چه بسا که به زیان منافع منه، به زیان عقاید منه. و در حالی که شما امروز هر کسی رو که تو ایران نگاه بکنید آزادی خواهه، بدون اینکه متوجه بشه، یعنی دم از آزادی میزنه، بدون اینکه یک لحظه فکر کنه که این تحقق آزادی ممکنه که نخست تیشه به ریشه خودش بزنه. خب الان من به شما یه مثالی بزنم که ما چرا تصور آزادی داریم و آزادی خواه نیستیم. هرگز هم نبودیم. این ملت هرگز آزادی خواه نبوده، برای این با آزادی نرسیده. امروز شما تو سیته ما پاریس داریم، یه سیته دانشجویی در پاریس داریم که همه گروه های سیاسی میتونن آزادانه برن اونجا دکه بزنن و همه میتونن ببرن روزنامه هاشونو بفروشن، همه میتونن برن کتاب هاشونو بفروشن. شاید نخستین تجربه یه پارلمان آزاده دیگه، نخستین جایی که شما آزادی رو دارین در یک سیته و محوطه دانشجویی تجربه میکنین. فکر میکنین که چه بهره برداری از این آزادی کندن ایرونی ها. از اون روزی که دائره اینا تو سر کله هم دیگه میزنن، این گروه اون گروه رو میکوبه، این گروه اون گروه رو میکوبه. شما اینا اگر بیان در اشل ایران همین خواهد شد. یعنی اگر به من آزادی بدن، من میخوام سر به تن اون یکی نباشه. من این آزادی نمیخوام برای اینکه یک ملتی رو رها بکنم یا یه ملتی بتونه حق انتخاب داشته باشه. من به عنوان شخص، به عنوان گروه سیاسی، به عنوان فرد آزادی رو میخوام برای اینکه دیگری رو نابود کنم. یعنی آزادی من با نابود دیگری مفهوم پیدا میکنه. هیچ کس آزادی رو بر دشمنش نمیخواد. همه وقتی که شما وقتی آزادی رو بر خودتون بخواید، برای دوستتون بخواید، برای دشمنتون نخواید، اون دیگه آزادی نیست. آزادی چیزیه که انسان برای دشمن فکری خودش بخواد، نه اینکه برای خودش بخواد. اون که طبیعی است که میدونی، برای اینی که ما شکیبایی نداریم، برای اینی که ما اصلا آزادی خواه نیستیم، برای اینی که ما اصلا مفهوم این لغت رو درک نمی کنیم. در طی تاریخ هم نبودیم، هرگز نبودیم. امروز یک نفر از این گروه ها حاضر نیست بگه، هیچ کدوم بگه آقا اگر من آمدم روی کار، اگر من این که میگم که تاریخ ایران بر کشتاره، اگر من این که میگم تاریخ ایران بر حمله مغول است و عرب است و چه هست و چه هست و اینا همش خون ریزی بوده، من اگر بیام رو کار اعدام نمیکنم. شما هرگز نمیشنوید. همه منتظرن که اگه آمدن رو کار آخوند دار بکشن. این درسته که امروز آخوند دشمنی فکری با من و شما داره، ولی آزادی اینه که اگر شما آمدین رو کار به اونم حق حرف بدید. یعنی حتی به طرفدار آقای خلخالی شما حق حرف بدید، برای اینکه اون هم یه گرایش فکری است. من اگر برای پلورالیسم اینه، پلورالیسم این نیستش که من فقط کسانی که با من هم عقیده هستن حق حرف داشته باشن، نه، توی مملکتی باشه که اون دشمن فکری منم که منو محکوم به اعدام میکنه، من اگر به اون جایی از عزت نفس و آزادی خواهی برسم که برای گرایشی هم که گرایش خمینی حق آزادی قائل بشم، یعنی بگم آقا تو هم حق داری که انتخاب بکنی، تو هم حق داری که با همین ارتجایی تصور و افکار ارتجایی خودت تو هم میتونی وکیل داشته باشی. خیلی خوب،
وظیفه من اینه که وقتی میگم من آگاه تر از تو هم به مردم بشناسم، بگم آه این افکار به ضرر شما.